سلام و درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و دوست داشتنی. هرچقدر به روز برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال برای تصمیم گیری در مورد عزیزی خادم نزدیک تر میشیم، اخبار و حاشیه های بیشتری از راهروهای فدراسیون فوتبال به گوش میرسه. توی دوتا از ویدیوهای قبلیم در مورد افشاگری های بعضی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از دزدی ها و تخلفات مالی و میلیاردی عزیزی خادم صحبت کردم و گفتم که این اعضا حتی از عزیزی خادم به دادسرا هم شکایت کردند. عزیز خوبان که تا امروز سکوت کرده بود، بالاخره بعد از زیاد شدن اتهامات سکوتش رو شکست و با یه بیانیه بلند بالا و طوفانی هم از خودش دفاع کرد، هم به نوعی اعضای مجمع رو تهدید کرد، هم همه چیز رو در مورد چیزی که در فدراسیون در جریان لو داد. در نهایت هم وعده داد که با قدرت به صندلی ریاست برمیگرده و همه دشمنانش رو روسیاه میکنه. عزیزی خادم توی این بیانیه طوفانی به همه اعضای فدراسیون فوتبال این اخطار رو داد که اگه قرار باشه خودش غرق بشه، بقیه رو هم میکشه پایین. عزیز خوبان توی این بیانیه چیزی رو که من 10 روز دارم فریاد میزنم تأکید کرد و گفت همه این اتفاقات به خاطر اینه که یه عده برای پاداش 400 میلیاردی فیفا به خاطر حضور در جام جهانی نقشه کشیدن و میخوان اونو بالا بکشن. رئیس معزول فدراسیون مدعی شد نه تنها پولی دزدی نکرده، بلکه به طور داوطلبانه از دریافت پاداش صعود به جام جهانی که حق قانونیش بوده هم صرف نظر کرده. یه چیزی اینجا توی پرانتز بگم، قصد حمایت از اعضای هیئت رئیسه رو ندارم، چون هیچ شکی نیست که همشون دزد و فاسدن، ولی با قاطعیت میگم این ادعای عزیزی خادم یه دروغ محضه. امکان نداره یه مسئول توی جمهوری اسلامی داوطلبانه از پاداشی که حق قانونیش بوده صرف نظر کنه. حتی اگه 100 تا سند هم برای این ادعا منتشر کنه، باز هم با قدرت میگم دروغه. تنها دلیلی که ممکنه از این پاداش صرف نظر کرده باشه اینه که از جاهای دیگه چند برابرش رو دزدیده باشه و نگرفتن این پاداش هم فقط برای ردگم کنی بوده. در غیر این صورت یه همچین چیزی توی جمهوری اسلامی غیر ممکنه. عزیزی خادم بعد از اینکه کلی از خودش و عملکردش توی فدراسیون تعریف کرده، گفته به اونایی که من اتهام گرفتن پاداش‌های غیرقانونی زدن میگم بهتر اسناد پاداش‌ها و صورت جلسه‌های اعضای مجمع و هیئت رئیسه رو هم منتشر کنن تا ببینیم آیا من کار غیرقانونی انجام دادم یا خیر. در واقع عزیزی خادم با گفتن این حرف همه رو تهدید کرده و گفته حالا که اسناد پاداش‌های منو منتشر کردید، اگه ادامه بدید اسناد پاداش‌ها و صورت جلسه‌های شما هم منتشر خواهد شد. در نهایت هم عزیز خوبان اعلام کرد در جلسه مجمع با قدرت از خودش دفاع می‌کنه و یک بار دیگه سکان ریاست فدراسیون فوتبال رو به دست می‌گیره و اونایی که بهش اتهام زدن رو روسیاه میکنه. ببینید دوستان، در واقع عزیزی خادم با این اطلاعیه همه اتهاماتی که شخصا به خودش و سایر مسئولین فدراسیون فوتبال وارد کرده بودم تایید کرد. خلاصه همه این حرفا این میشه که دعوا سر پاداش فیفاست، چون همیشه دزدیدن این پول نسبت به سایر منابع فدراسیون فوتبال خیلی راحت تر بوده و دوره‌های قبل هم پاداش حضور در جام جهانی یه جوری غارت شده که هیچ کس هیچ بویی نبرده. بررسی وضعیت لژیونرهای ایرانی در فاصله چند ماه به آغاز جام جهانی نشون میده که وضعیت اسکوچیچ و تیمش اسفبارتر و فاجعه‌تر از چیزیه که بشه تصورش رو کرد. اسکوچیچ در حالی بارها اعلام کرده به بازیکنایی که در لیگ ایران بازی میکنن اعتماد کافی نداره، که در عمل هم همیشه لژیونر ناآماده رو به بازیکن داخلی آماده ترجیح داده. مثل وقتی که شجاع خلیلزاده مصدوم رو در سمت راست خط دفاعی بازی داد ولی حاضر نشد به دانیال اسماعیلی فر آماده اعتماد کنه. تا چند ماه قبل اکثر این لژیونرها توی تیماشون بازی میکردن و اتفاقا درخشش خوبی هم داشتن، ولی در حال حاضر به جز تارمی تقریبا همه لژیونرهای ایرانی تبدیل به نیمکت نشین و سکو نشین محض توی تیماشون شدن. در واقع همه لژیونرهای ایرانی به جز مهدی تارمی در سراشیبی افت قرار گرفتن. سردار آزمون این روزها در لورکوزن تبدیل به یار تعویضی برای وقت کشی شده.
همون کسی که زنیت رو روی سر انگشتش میچرخون. میگن اونم به نفرین تیم آلمانی دوچار شده، تیمی که چندین فوتبالیست ایرانی رو به سمت سراشیبی سوق داد. علیرضا جهانبخش یکی از آماده ترین ملی پوشان ایران در فاینورد روزگار سختی رو میگذرونه و گاهی روی سکوهای استادیوم بازیهای تیمش رو تماشا میکنه. از کریم و احسان هایصفی هم هیچ خبری نیست. از قلی‌زاده فقط چند هایلایت دریبل زدن به ایران میرسه. بیرو میخواد برگرده و بقیه هم وضعیتی مشابه دارن. احمد نوراللهی یه خط در میون بازی میکنه و وقتی هم که بازی میکنه گل به خودی میزنه. مهدی قائدی بزرگترین استعداد چند سال اخیر فوتبال ایران که همه آرزو داشتن اونو توی لباس یه تیم مطرح اروپایی ببیننم سکونشین شده. شجاع خلیلزاده و حسین کنعانی زادگان هم توی تیم‌های توپ میزنن که نه شرایط تیمی خوبی دارن نه شرایط دفاعی قابل توجهی. همه اینها در حالیه که چند ماه بیشتر به جام جهانی باقی نمونده و قطعا این بازیکنها با این شرایط قرار نیست توی جام جهانی معجزه کنن و اسکوچیچ هم با این ابزاری که در اختیار داره قطعا محکوم به شکسته. فکر میکنم اسکوچیچ باید به همه بازیکناش اعلام کنه که هر کس توی تیم باشگاهیش موفق نباشه بدون هیچ استثنایی جایی در تیم ملی نداره. میخواد اون بازیکن سردار آزمون باشه یا مهدی طارمی. تا زمانی که صرفاً لژیونر بودن تضمین حضور در اردوهای تیم ملی باشه فکر نمی کنم اتفاق خاصی بیفته و پیشرفتی توی وضعیت لژیونرها اتفاق بیفته. تقریبا همه رسانه‌های اروپایی از قطعی شدن پیوستن هالند به منسیتی با دستمزد نجومی هفته نیم میلیون پوند خبر دادن. ظاهراً سیتی حاضر شده تا بند فسخ 75 میلیون یورویی هالند رو فعال کنه. حدود 30 میلیون به ایجنت و پدرش کمیسیون بده و به خودش هم هفته 500 هزار پوند دستمزد بده تا رکورد پرداخت دستمزد در لیگ برتر انگلیس رو جابجا کنه. به نظر من گواردیولا بعد از خرید ناموفق و گرون قیمت گریلیش تصمیم داره یک بار دیگه اشتباهش رو تکرار کنه، چون معتقدم هالند به هیچ وجه ارزش این همه پول رو نداره. البته این نظر شخصی منه و ممکنه نظر شما با من مخالف باشه. در نهایت باید صبر کنیم و ببینیم آیا هالند میتونه توی منسیتی بازیکن موفقی باشه یا خیر. از نقل و انتقالات ایران هم به گوش میرسه که خیلی از لژیونرهای سرخابی‌های پایتخت تصمیم به بازگشت به این دو تیم گرفتن. از علیرضا بیرانوند و علیپور و شجاع و کنعانی گرفته تا مهدی قائدی و کاوه رضایی و امید ابراهیمی برای استقلال. پیمان بابایی مهاجم تراکتور هم پیشنهاد تمدید قراردادش رو رد کرده و تصمیم داره بالاخره بعد از 2 سال به پرسپولیس بپیونده. اسماعیلی فر هم طبق شایعاتی که مطرح شده به گل محمدی قول داده که فصل بعد برای پرسپولیس بازی کنه. با این حساب احتمالاً امسال نقل و انتقالات هیجان انگیزی رو در سرخابی‌های پایتخت شاهد خواهیم بود. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما عزیزان رو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران و جهان قرار بدم.